محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم اونایی که به امرای اونا هستند، به امرای پیغمبر هستند که یاران و عصای پیغمبر باشند، اشداء على الكفار رحماء بينهم. این واقعا اون محبتی که در میان ابوبکر صدیق و علی و آل بیتش بوده، اون محبتی که در میان حضرت علی و عمر فاروق بوده، مگر الکی هست که حضرت علی بیاد جگرگوشه فاطمه را، ام کلثوم را به نکای عمر که تفاوت سنی خیلی زیادی دارد در نکای اون قرار بدهد؟ آیا این نشانگر محبت حضرت علی و حضرت عمر است، وصلتکاری یا نه؟ این عداوتی هست. چطوری توجیه می کنند سرباز بودن حسن و حسین را که سربازان حضرت عمر بودند؟ اون چیز جالبی، مادر زین العابدین، این دختر یزدگرد بوده. وقتی که این دختران یزدگرد به مدینه بردند، اونجا حضرت عمر گفت که این دختران بادشاهان ایران هستند، اینا از نوادگان اون ساسانی ها هستن، اینا را باید با عزت و احترام به اینا برخورد کرد. اگه ما خلافت حضرت عمر را زیر سوال ببریم و این را خدای نخواسته ظالم و غاصب بدانیم، پس چه حیثیتی برای ائمه میماند؟ چه نسب درسته برای ائمه میماند؟ 25 سال مشاور بودن حضرت علی که برای خلفای ثلاثه مشاور بود چیز علکی نیست، اونم مشاور خصوصی درجه یک. در نهج البلاغه این مسئله را میخوانیم، چه حضرت عمر میخواست به جنگ روم بیاد برود یا به جنگ ایران بیاد، حضرت علی جلویش را گرفت، گفت نروید، شما اصل عرب هستید، دین به شما وابسته هست، اگر شما را ببینند همه یک مرتبه هجوم میارند، میگه این را که از بین بردید، دین پیغمبر قرآن و دین رسول الله را از بین میبریم ما. پس اهمیت خاص حضرت علی برای وجود حضرت عمر قائل بود که مشورانه